یازده نفر از کارکنان دولتی مراکش به زن دخالت در قتل غیر عمد محسن فکری ماهی فروش ساکن شهر حسیمه بازداشت و روز سهشنبه مقابل دادگاه حاضر شدند. این اقدام پس از دستور پادشاه مراکش برای رسیدگی سریع به موضوع انجام شد و بر این اساس وزیر کشور مراکش نیز روز یکشنبه در مراسم خاک سپاری محسن فکری شرکت کرد و به خانواده او قول داد که عاملان این حادثه را مجازات کند. این ماهی فروش 31 ساله روز جمعه در پی توقیف ماهی هایش توسط پلیس به داخل کامیون حمل زباله که ماهی ها را در آنجا ریخته بودند می روید و در نهایت در میان تیغه های دستگاه آسیاب کامیون کشته می شود. مرگ او موجی از خشم را در شهرهای مختلف مراکش به وجود آورد و در زمانی که مراکش خود را برای میزبانی 22 دومین کنفرانس بینون مللی تغییرات آب و هوایی آماده می کند ها را درباره حفظ ثبات در این کشور افزایش داد.